سلام دوستان، خالصی ما هستم. به پیج آشپزی من خوش اومدین. امروز روز جمعه، بازم با فامیلا جمع شدیم و اومدیم جنگل. امروز قراره برای 30 نفر برنج درست کنیم، در کنارش هم کباب کوبیده که ما 30 تا برنج پیمونه کردیم تو قابلمه ریختیم، بعد 13 تا پیمونه شیر بهش ریختیم و 14 تا پیمونه آب، یه مقدارم نمک و روغن. حالا میخواییم بذاریم تو روی هیزم و تا برنجمون بپزه. با هم میریم ببینیم. این قابلممونه، بهش الان روغنم اضافه میکنیم، آمادش میکنیم که ببریم بذاریم روی آتیش. این برنج خیلی خوشمزه میشه چون که بهش شیر اضافه کردیم، نمکش هم زدیم اندازه است. میبریم بذاریم روی آتیش تا به جوش بیاد. قابلممون رو گذاشتیم روی آتیش تا به جوش بیاد و دم بذاریمش. هیزمایی هم که میبینین هیزمای خشکیه که دیگه اصلا به درد نمیخورد. ما از اونا برای خودمون آتیش درست کردیم. همونطور که میبینید برنجمون کاملا به جوش اومده، آبش داره خوش میشه. دیگه بعد از این میتونیم درشو بذاریم و اجازه بدیم که دم بکشه. چایمون هم که از این طرف به قلقل افتاده و دم کردیم، ببریم بچه ها بخورن. جای همگی سبز. برنجمون آماده شد، گذاشتیم کنار. آروم آروم داریم کوبیدمونو میدنیم. کوبیدمونم دادیم بیرون، خودشون آماده کردن گوشتش و پیازش و ادویهش و همه چی شد زدن. فقط الان قراره که ما سیخ بزنیم که الان پسرخاله عزیزم داره یواش یواش سیخ میزنه، اونم به سبک کباب کوبیده های اردبیلی. کسایی هم که کوبیده اگه نخواستن بخورن، یه سری هم جوجه آماده کردیم که دخترای عزیزم داره جوجه هامونم سیخ میزنه. از طرفی هم این یکی دختر داریم داره کوبیده ها رو قشنگ چنگ میزنه که دیگه از سیخ جدا نشه. میریم که بپزیمشون. دندایی عزیزم هم داره برای خودش چنجه میزنه. کوبیده هامونو گذاشتیم رو آتیش، یواش یواش داره میپزه. فقط باید حواستون باشه تون تون برگردونین که نریزه. جای همگی خالی. جوجه هامون هم گذاشتیم که بپزه. چنجه هم از اون طرف. کباب هامون پخته، دیگه یواش یواش داریم آماده میکنیم که ببریم سرویس کنیم. کبابا و جوجای ما آماده شد، دیگه پرسی برای همه، هم برنج میذاریم و هم کباب. امیدوارم که آموزش امروزمون هم پسندیده باشین، دوست داشته باشین. درست کنین و در کنار عزیزاتون میل کنین، ما رو به دوستاتون معرفی کنین. تا برنامه بعد و آموزشی دیگر، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.